خانم ها آقایان، همیهنان گرامی، بینندگان و شنوندگان ارجمند، به همه شما درود میفرستم. من حسین فرجی هستم و برنامه ایران آزاد رو تقدیم میکنم. از زمانی که جمهوری اسلامی، بختک جمهوری اسلامی، همیهنان گرامی، بر سر میهن ما افتاده تا هم اکنون که من با شما صحبت میکنم، میلیاردها ثروت میهن ما به تاراج رفت. در ابتدای انقلاب، من فراموش نمیکنم، یک ماه بعد از انقلاب من رفتم ایران ببینم که، چون من در آلمان در رادیو آلمان بودم، ببینم که جریان چیه. دولت بختیار که میتوانست تمام مشکلات مملکت رو از نظر آزادی‌های فردی و اجتماعی که در اون اواخر دیگه به کلی جلوش گرفته شده بود، اینا رو به مردم بازگردونه. قول داده بود ساواک رو منحل بکنه و یک دستگاه سازمان ضد جاسوسی به وجود بیاره، نه سازمانی که با مردم طرفه، بلکه سازمانی که مواظب سیاست‌های کشورهایی که قصد دارن ایران رو به نابودی بکشن جلوگیری کنه. بختیار قول داد مطبوعات رو آزاد کنه. بختیار قول داد سانسوری در فیلم، در شعر، در کتاب وجود نداشته باشه. قول داد انتخابات به معنای واقعی آزاد در ایران انجام بشه، چیزی که بسیار دور بود. و این کار رو شرافت و یک عمر مبارزه خودشو جروی این جریان گذاشت. ولی همه شاهدیم بسیاری از سازمان‌های سیاسی، ملاها و روزخانها، به اضافه کسانی که اصلا نه فعالیت سیاسی کرده بودند تا اون زمان و نه وارد مسائل سیاسی شده بودند، ناگهان همه سیاسی شدند و پشت سر آقای خمینی راه افتادند. بختیار، نوکر بی اختیار، فحاشی به بختیار، کار به اونجا رسید که همه شما میدونید وزرای بختیار رو به وزارتخانه ها راه ندادن. بعدم که ارتش هم میدونه چی کار کردن، اعلام بیطرفی، حالا با کی معلوم نیست، و حکومت رو دربست در اختیار روزخانه ها و مله ها قرار داد. همون اوایل انقلاب این ملاها گربه رو دم حجله کشتن، یعنی آمدن یه عده از رهبران رژیم گذشته رو بدون اینکه در دادگاه‌های واقعی با حضور وکیل مدافع، با حضور هیئت منصفه یا تماشاچی درست برگزار بشه، در دادگاه‌های نصف روزه، یه روزه، یه ساعته، دو ساعته، ده دقیقه، اونم به دست یه آدمی جانی مثل خلخالی که ما خیال میکردیم فقط اوست که جنایتکاره. بعدن دیدیم آقا اینا یک صف طویل از این جنایتکارا رو دارن. بگذاریم، هم جان اونا رو گرفتن، هم امروز به فردا خانواده های اینا رو حکومت اسلامی دیگه از منازلشون بیرون کردن. بسیاری از ثروت‌های این مردم رو که کارخانه دار بودن، نمیدونم تاجر بودن، و چون این محیط خوف و وحشت رو دیدن، همه اموال اینا رو مصادره کردن و خدا میدونه که چقدر اینها از این راه‌ها توانستن مقدار متنابهی پول، آثار تاریخی، آثار باستانی حتی
که بعضی ها رفته بودن اینا رو خریده بودن یا بر حالا من کاری اصلا به اون مسئله نمیپردازم، اینا رو میخوام بگم، همه رو تاراج کردن. من دو سه نمونه شو در اروپا شاهد بودم، آدمی آمده بود حدود 25 تا سکه های زمان ساسانی رو آورده بود و میخواست بفروشه اینا رو، برده بود یه صندوق امانت بانک گرفته بود اینا رو گذاشته بود، مشتری میبرد اونجا هر چند وقت دفعه اینا رو قیمت گذاری میکن. بعد به منم میگفت اگر با من همکاری بکنی من به تو پورسانتم میدم. بعد که ازش پرسیدم که اینا رو از کجا آوردی، گفت اون حالا اون مسئله نیست. گفتم اینا مال مردمه، از موزه آوردی از کجا آوردی؟ گفت من این کارو نمیکردم دیگران میکرد. استدلالم این بود. بگذاریم اکثر اموال مردم رو اینا به این طریق برداشتن مصادره کردن، بعد افتادن به جان نفت و گاز و پتروشیمی و کارخانجات، و چون ترس همه رو برداشته بود اکثر کارخانه دارا کارخانه رو گذاشته بودن فرار کردن، جونشون رو خلاص کردن از مالشون گذاشته بودن و اینا افتادن رو اینا، همه اینا رو تاراج کردن. میبینید الان نتیجه رو، 90% کارخانجات خابیده، زمیناشو وسایل کارخانه رو فروختن به قیمت خیلی ارزون، زمین براشون ارزش داشت، زمینا رو به قیمت های 100 برابر 1000 برابر چون مجانی به دست اومد اینا رو فروختن و پولاشو خوردن. بعد دیدن عجب مزه‌ای داره، رفتن دوروبر آخوندا و برای اینکه به اینا ثابت کنن که اینا یاران وفادار ملاها و آخوندا هستن، شروع کردن به جنایت کردن. یعنی جوانی ترین افراد و کسانی که کوچکترین رحم و مروتی نداشتن و بسیاری از اینا حتی کسانی بودن که به جرم قتل در زندان ها بودن همه آزاد شده بودن، آمدن یک سربند یا امام حسین یا امام زمان قاطی اینا شدن در کمیته ها در جاهای مختلف، و بعدن الان شما چهره های اینا رو ببینید که حالا سنی ازشون گذشته تعریف که میکنن. یعنی رئیس جمهور آقای رجایی میگه من معلم بودم، بعد دیگه من بیرون کردن کاسه بشقاب میفروختم در برابر مسجد شاه، اینو گفته خودشه. کسانی که خانوم فرخرو پارسا اینا رو به عنوان مشاورین مذهبی، آقای مفتح، آقای رجایی، آقای بهشتی، اینا رو تعیین کرده بود که بیان کتابای درسی رو نگاه کنن، اگر مشکل دینی تو اینا هست اینا رو اصلاح کنن، جزء اولین کسانی بودن که گفتن خانم فرخرو پارسا رو باید فوری اعدام کنیم، چون میدونستن پروندهشون کجاست. کما اینکه عبیدارم این کارو کردن، برای اینکه پرونده عده زیادشون دست آقای عبیدا بود. بگذاریم اول انقلاب باز یه عده سازمانایی بودن که اینا ایدئولوژی داشتن، بگذاریم که حالا تندروی کردن از اینا بدتر وضعیشون، ولی همه اینا رو به تدریج زدن از گردونه خارج کردن. مجاهدین اول همه که از جبهه ملی شروع کردن، بهانه هم این بود که جبهه ملی اعلامیه داد در مورد رد قصاص و گفت این یک کار غیر انسانیه. خمینی گفت اینا مرتدن. اولین میتینگ جبهه ملی بعد از این جریان این بود که اینا با نارنجک حمله میکردن به مردم، بعد شروع کردن مجاهدین خلق رو زدن، طرفداران بنی صدر رو زدن، ولی حزب توده و فدایان خلق تا آخرین روزها طرفدار اینا بودن و بسیاری از توطئه های به قول خودشون بر علیه جمهوری اسلامی رو سرهنگ کبیریان، سرهنگ عطار یا عطاریان، کبیر، سرهنگ کبیر و افضلی، ناخدا افضلی، اینا لو میدادن. و روزی که یک کاردار سفارت اتحاد شوروی پناهنده شد به انگلیس و آقای اسکرولادی و یه هیئتی مخفیانه رفتن به لندن و با او ملاقات کردن و او یه لیست بلند بالا از سازمان‌های نظامی حزب توده
و فعالیت‌های مخفی حزب توده رو به اینا داد که اینا برگشتن. تازه جمهوری اسلامی به این نتیجه رسید که حزب توده هم سازمان نظامی تشکیل داده و هم اسلحه داره انبار میکنه. سوالاشون هم از اینا این بود که شما که میگی ما طرفدار جمهوری اسلامی هستیم، برای چی اسلحه مخفی میکردین و برای چی سازمان مخفی نظامی به وجود آورده بودید؟ بعد هم میدونی که آقای کیانوری، آقای تبری، آقای عمویی، بسیاری از اینا که در زمان گذشته هر بعضی هاشون 27 سال زندان بودن، همه رو آوردن تلویزیون و برای اولین بار در تاریخ رهبری حزب کمونیست دنیا آقای کیانوری گفت ما جاسوس روسا بودیم. آقای تبری هم گفت. بعد البته ایشون اون کجراه رو نوشت، بعد یه عده اومدن گفتن نخیر، ایشون اون کتاب رو نوشته ولی یه کتاب دیگه مقبول ایشون در آوردن. بگذاریم، همین الانم که من دارم با شما صحبت میکنم، هنوز باقی مانده های حزب توده و فداییان خلق اکثریت همچنان طرفدار رژیم جمهوری اسلامی هستن، برای اینکه هیچ شانس دیگری در هیچ حکومتی ندارن. بگذاریم، وقتی که همه سازمان ها رو اینا تصفیه کردن، تنها کسانی موندن که گفتم پرونده های جنایت داشتن، قتل داشتن، و یه مسئله برای اینا این بود که خودشون رو ثابت بکنن به رژیم که اینا درست اون کسانی هستن که رژیم بهشون احتیاج داره. بیره، قاتل، دزد و کسانی که برای حفظ این رژیم تا آخرین لحظه میدونن، چون در جای دیگه شانس نداره. اکثر این کسانی که الان جزء فرماندهان عالی رتبه سپاه هستن یا جزء نمایندگان اون قبیله مجلسن یا از دولت مردان هستن، میدونن اگه جمهوری اسلامی سقوط بکنه، اینا واقعیتش اینه که باید برن در بیابونها تو جاده سازی کار بکنن، چون نه سوارشو دارن نه شعورشو دارن، به جز یه عدهشون که تحصیلات آمریکا دارن. نتیجه این شده که میلیارد میلیارد ثروت های مردم رو تاراج میکنن. تازه رهبرشون میگه آقا چرا اینقدر مسئله رو کش میدی؟ دادگستری هست، به این مسائل رسیدگی میکنه، که دیدیم رسیدگی هم نکرد. تازه اگرم کرد، کسانی رو محکوم کرد که اینا درجه هشتم و نهم هستن، درست مثل فاضل خداداد. از اینجا خواستنش، اصل کاری ها تو ایران بودن، پولا رو خورده بودن، به این گفتن تو بیا. نفر سیان بود جز اون تشکیلات، گفتن تو بیا فقط یه امضا بکن برگرد، تمومه. رفت اونجا گرفتنش، به عنوان متهم درجه یک اعدامش کردن. برادر آقای رفیق دوست و بقیه رو، همه رو تقریبا آزاد کردن. این عدالت در جمهوری اسلامیه. بعدم میبینید آقای نقدی، آقای محسن رضایی، آقای قرضی، کسی که استاندار شد در خوزستان و تمام نیروهای نظامی رو قبل از حمله صدام گفت اینا رو ما اینجا احتیاج نداریم، اینا باید برن کردستان جلو تجزیه طلبا، به اصطلاح جلو اونا، همه رو مرخص کرد. دو هفته بعدش آقای صدام حمله کرد. اینا تاریخه، از خودم من در نمیارم. این نتیجهش بود. حالا اینی میخوام بگم، یه گزارشی براتون میخونم. یه اسقف آلمانی در لیمبورگ آمده، پولی که در کلیسا جمع میشده برای فقرا، این پولو برداشته خرج ساختمانهایی هست به اسقفا میدن. وقتی به مقام اسقفی میرسن، خانه های براشون میسازن و یا ساخته شده هست که میدن به اینا. قرار بوده این منزلی که تعمیر کرده بودن و جز چیزهای قدیمی لیمبورگ هم هست، 5.5 میلیون یورو خرجش بشه. بعد از یه مدتی گفتن که خرج این رفته بالا و قیمتش رفته بالاتر. در سال 2013 گفتن هزینه شده 10 میلیون یورو. من نگاه میکنم که دقیق رقم رو بگم. بعد این اواخر گفتن 31 میلیون یورو
خرج این ساختمانی شده که اسقف توش زندگی میکنه. میدونی که کاتولیک هم همسر ندارن، زن ندارن. این آقای اسقف که اسمش هست تبارت فان ایلت، این آقا اسقف اعظم شهر لیمبورگ بوده، اسقف بوده. میدونی که ما یه کشیش داریم، بعد اسقف داریم، بعد اسقف اعظم داریم. اسقف ها در شهرها کشورهای مختلف جمع میشن، یه اسقف اعظم تعیین میکنن. موقعی که میخوان پاپ جدید انتخاب بکنن، این اسقف های اعظم از هر کشوری میره که تعدادشون مثلا میشه 100 خورده یا 90، نمیدونم حالا تعداد چقدر، میرن در واتیکان. وقتی پاپ میمیره پاپ جدید رو انتخاب بکنن. پاپ جدید الان میدونید آقای فرانسیس از آرژانتین، یک پاپ بهش میگن مارکسیست، ولی بسیار انسان شرافتمندیه، چون از توده های فقیر بلند شده. معتقده که اینا واتیکان رو تبدیل کردن به یک دستگاه سلطنتی و پاپ خدایی میکنه. از زمانی هم که آمده در برابر بسیاری از انحراف هایی که در جهان کاتولیک وجود داره ایستادی کرده، از جمله بسیاری از این کشیش ها در کشورهای مختلف، فرق نمیکنه، در اکثر کشورها به بچه های معلول که کلیسا اینا رو نگهداری میکنه به اینا تجاوز کردن، پسر و دختر، و برای اینکه این بچه ها حرف نزنن اینا رو ترسوندن. جند کار بالاخره در آمد، معلوم شد یکی و دوتا و دهتا و ستا نیست، بلکه همطور ادامه داره. این پاپ فرانسیسه. آقای پاپ قبلی که آلمانی بود به خاطر همین کسافتکاری ها نمیخواست دیگه بیشتر از این گند کار درات استفاده داد، چون نمیخواست افشاگری کنه. ولی آقای پاپ فرانسیس اومد گفت نه اینجوری نمیشه، نباید عقب نشست. کمیسیون گذاشته یکی یکی این موارد رو داره رسیدگی میکنه. از جمله این آقای فان ایلتس اومد گفت به این موضوع رسیدگی کنید، چون روزنامه‌های آلمان ابتدا این جریان رو فاش کردن و بعد شروع کردن این که این پولا خرجش چی میشه. معلوم شد این آقای فان ایلتس خودش و معاونش این پولایی که بعد به فقرا میدادن 33 میلیون خرج کردن برای خودشون کاخ ساختن. از کار آقای پاپ فرانسیس ایشونو برکنار کرد و کنار گذاشتش، یکی دیگر کردن مأمور به اصطلاح اسقفی لیمبورگ. کسی که تعیین شد مانفرد گروته، کسی بود که اتفاقا مأمور شده بود بررسی بکنه این کسافتکاری های اسقف قبلی رو. مدارک به اندازه کافی هست و نشون میده که پول فقرا چگونه خرج ساختمان منزل آقا شده. من میخوام از این حرف نتیجه بگیرم. همینان گرامی، در کشور ما چه زمان خمینی و چه زمان این روزخان بزرگ، یک مورد شما پیدا بکنید از این همه تاراج اموال مردم ایران که اینا، این آقایی که میگن نه تنها آقای مهاجرانی گفت ایشون خاکستری که زندگیش نیست، سیاه که نیست، خاکستری حتی خاکستری هم نیست، شفاف شفاف. این آقای مهاجرانی گفت، گفت من با آشنایی که با مقام معظم رهبری دارم، نه گفتی که مقام معظم، گفت رهبریشون خارج از کشور، گفت با رهبری دارم ایشون نه تنها نقطه سیاهی ندارن، نقطه خاکستری هم ندارن، بسیار آدم درستی هستن، ایشون گفت. ولی یکی نیست از این آقای مهاجرانی بپرسه اگر اینقدر این مملکت بهشته که در رأسش یه آدمی هست اینقدر زندگی شفاف و شفافه، برای چی شما فرار کردی اومدی تو خارج از کشور و اینجا هم داره تبلیغ جمهوری اسلامی رو میکنی؟ حالا اینی چی؟ یه مورد از این شفافیت رو نشون بدید. این همه اموال مردم ایران اینا تاراش کردن در یک دادگاه صالحه، واقعا اون کسانی که اموال مردم ایران خوردن به محاکمه کشته شده باشه، یک مورد بیاری. یا یک کسای دیگر آوردن، یا دیدید که مقام معظم رهبری گفتن آقا چرا اینقدر کشش میدی، جلوشونو گرفت. برای چی جلو مطبوعاتو میگیرن در جمهوری اسلامی؟
برای چی رادیو تلویزیون منحصر در دست روزخانه و آخوندا؟ برای چی جلو اینترنت رو میگیرن؟ جلو ماهواره رو میگیرن؟ برای اینکه کوچکترین صحبتی مردم در داخل از خارج نشنوند و اطلاعات نگیرن و درد و دلشون رو با کسی در میان نگذارن. خیلی راحت تا اینا بتونن چپاول کنن بخورن. گفتم یکی از شانسای ما این بود که یه آدم خلخلی مزاج دیوانه‌ای مثل احمدی نژاد اومد شد رئیس جمهور. او بود که آمد دست بسیاری از این کارا دستشون رو شد در اثر مخالفت‌هایی که با هم داشتن هم دیگر لو دادن. و اگرنه شما از زبون آخوندا یک کلمه نمی‌شنیدید. اینا احمدی نژاد لو دادن، احمدی نژاد همه اینا رو لو داد. بعدم معلوم شد چه کردن اینا با اون مملکت. حالا آقای نهاوندیان معاون آقای روحانی گفته آقا ما داریم دوزیای دولت گذشته رو میگیم. میگن شما اجازه ندارید پشت سر دولت قبلی غیبت بکنید. این خنده دارنی؟ میگن در اسلام غیبت حرامه، شما چرا غیبت میکنید در مورد دولت گذشته؟ براتون میخونم. محمد نهاوندیان رئیس دفتر حسن روحانی گفته برخی از خطاهای گذشته کندیها و کاستیها جبران شده و قرار بود که متوسط 8% رشد داشته باشیم تا به افق 20 ساله برسیم، اما نرخ رشد ما پایین رفته و اگر این موضوع را بگوییم میگویند پشت سر دولت قبلی غیبت نکنید. گناه داره، در اسلام غیبت گناه داره. نهاوندیان افسوده این عزت نیست که مردم ما در ماه محتاج 35,000 تومان پول بشوند، زیرا اگر ما نیازمند نبودیم میتوانیم به اسلام و فرهنگ خود ببالیم. ملاحظه میکنید میلیارد میلیارد اینا ثروت های مردم و مردمی که به خاطر ادامه زندگیشون کلیه‌هاشون رو میفروشن. بعضیا دخترانشون رو به تن فروشی وارد، من خجالت میکشم اینو بگم، برای اینکه بتونن زندگی کنن. مرد ایرانی بزرگترین افتخارش ناموسش بود. همین آقای حسن عباسی که الان دکترین اینا رو به اصطلاح می نویسه گفت آقایون قوه قضاییه، آقایون آیت الله ها، امامهاتون رو بذاریم بالا، دخترای ما رو میبرن دبی، نه یکی نه دوتا، صدها تو دبی و قطر و امارات رو نمیدونم اینا دخترها میرن تنفروشی میکنن، کلاهاتون و امامهاتون رو بذاریم بالا. خود این آقا گفت. بله همین مردک. چرا اینطوری شده؟ برای اینکه اولین حکومت الله، حکومت آقا امام زمان مستقر شده، همه دهانها رو بستن، نمیذارن کسی کوچکترین شکایتی بکنه. یه نفر هم نشسته یه روزخان اون بالا، خودشو عقل کل میدونه، برای 75 میلیون نفر تصمیم میگیره و اجازه نمیده جلو دزدیا رو بگیرن. چرا؟ برای اینکه اگه جلو دزدیا رو بگیرن، جلو قتل و آدمکشی رو بگیرن، جلوی مده ها رو بگیرن، جلوی آدم هایی مثل سعید مرتضوی و دیگران رو بگیرن، دیگه کسی نمیاد برای این آقا جنایت بکنه. آقا به این جنایتکارا، به این دوزا احتیاج داره، میگه بذار دوزی کنن، بذار جنایت کنن، ولی طرفدار من باشن، منو حفظ کنن. اینه فلسفه رژیم جمهوری اسلامی. یکی از وعده هایی که آقای روحانی داده بود این بود که سنی های ایران میتونن در همه امور شرکت داشته باشن. به این فیلم توجه کنید، ببینید چجوری آقای روحانی زیر وعده های خودش زده. نگاه کنید. استان خشک و داغ سیستان و بلوچستان در انتخابات بنفش شد. فضای امنیتی کردستان کمی آرام گرفت. ترکمن ها
باز چشم به راه آمدن کسی شدند که بهتر از قبلی باشد. این وعده روحانی که در دولت او فرقی بین حقوق شهروندی شیعه و سنی وجود ندارد، برای اهل سنت انتظاراتی به وجود آورد که برآورده نشد. ما بعدم عرض می کنیم که جای وزیر اهل سنت در کابینه خالی است. در جمهوری اسلامی حتی نیروهای وجود دارن، نیروهای اهل سنتی وجود دارن که برخی از اونها حالا به نوعی شوخی یا جدی بهشون میگن سنی های اثنا عشری. این کسانی هستن که ولایت مدار هستن. جمهوری اسلامی حتی اینها را هم بر نمیتابه. کسانی که 35 سال کارنامه‌شون برای جمهوری اسلامی مشخص هست و آزمایش خودشون رو به جمهوری اسلامی پس دادن و میتونن مورد اعتماد نظام باشن، اینها رو هم انتخاب نمی‌کنن. دلیلش هم بقیده من یک نوع تامگرایی است که در بین بعضی از مقامات جمهوری اسلامی و نهادهای مختلف به خصوص مراجع اعظام به اصطلاح در قم وجود داره که شدیداً مخالف این هستند که سنی یا به قول خودشون بعضی موقع میگن عمری بیاد بر شیعیان علی مدیریت بکنه. در 35 سالی که از عمر جمهوری اسلامی ایران میگذرد، جز در دولت موقت بازرگان حتی یک غیر شیعه به وزارت، سفارت یا استانداری نرسید. ما حالا استاندار که خوابش هم نمیبینند مردم ما، وزارت هم که همینطور مونده، همون معاونت استانداری که اونم فقط یه بار به ترکمن ها دارن، دوره خاتمی. در دوره روحانی حالا ما انتظارمون اینه که نسبت به دوره احمدی نژاد یه گامای بهتری برداشته بشه، که نه فعلا تغییر صورت نگرفته. ما ترکمن های ضرب المثلی داریم، تاوشانون قطشنی گردم یتینن تمامی ازم، یعنی ترار کردن خرگوش را که دیدم امید از گوشتش بریدن. اینم بعد از انتخابات این خرگوش دوره جدید یا همون حکومت جدید طوری فرار میکنه که ترکمن ها ناامید میشن کلا. حسن روحانی برای بدام انداختن این خرگوش فراری تلاش های هم کرد. او علی یونسی وزیر اطلاعات دولت اصلاحات را به عنوان دستیار ویژه در امور اقوام و اقلیت های دینی برگزید. اما یونسی نیز در آذر ماه گذشته اعلان کرد دولت موفق نشد استانداری یا وزارتخانه‌ای را در اختیار اقلیت‌های قومی و مذهبی قرار دهد، چون خیلی از سازمان‌ها و ارگان‌ها به خاطر منع قانونی یا تعصبات از بکارگیری اقلیت‌ها خودداری می‌کنند. سازمانی که همه ارکان قدرت و حاکمیت در ایران اراده تغییر نگاه و برخورد با اقوام و اهل سنت ایران را داشته باشد، به هیچ وجه مثل اهل سنت در ایران حل نخواهد شد. من در رئیسه مجلس انتخاب شدم، اما وقتی که میخواستن برای رئیسه دائمی رأی بدن، در غروب همان روز دو نفر از اعضای مشارکت کشمن اومدن و گفتن پیغامی رسیده است قوم از توی یکی از مراجع. ایشان مخالفت کردن و گفتن که اگر به یک نفر سنی در مجلس برمان رئیسه مجلس رأی داده بشه، من اعلام میکنم که این مجلس مشروعیت نداره و کفن پوش و با پای برهنه وارد خیابون میشن. اهل سنت در ایران از فشارهای مذهبی هم در امان نیست. تخریب مدرسه ابو حنیفه در زابل، ممنوع خروج شدن مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان و اتهام وهابیت به حوزه علمیه مکی و یا ندادن امکان برگزاری مراسم مذهبی آنها در بعضی شهرهای بزرگ از جمله تهران. با این حال انتظار می رود که دست کم برخی وعده ها اجرا شوند، از جمله وعده تدریس زبان مادری در مدارس، شاید هم کمی زندگی بهتر. یکی دیگر از خبرهای امیدوار کننده انتخاب چند زن اهل سنت در پست‌های فرمانداری و شهرداری در استان سیستان و بلوچستان بود. سامیه بلوچستانی شهردار شهر سرباز گفته که شهرمان هیچ ندارد. وقتی بچه های ما پارک می‌بینند، انگار با چیز عجیبی روبرو شدند. تنها امیدم شهری سبز و آسمانی آبی. مریم انصاری، لندن. خب همینانی گرامی ملاحظه کردید که، اما جالب اینجاست 5 تا سرباز رو به عنوان مرزبان، یه نفر درجه دار، 4 تا سرباز معمولی که دوران خدمت، اینا رو فرستادن در سیستان و بلوچستان. یه چادر مسخره هم گذاشتن، اینا تو این چادر بودن، نه دیدبانی بالا، نه تو چادر. یه عده از این جانیا قاتلین، جیش العدل، از همین کسانی که به خودشون بوم میبندن انسانهای دیگر رو میکشن.
حالا اینا مثلا سنی ان، شیعیا رو میکشن، شیعیا سنی ها رو میکشن، جنایت میکنن به اسم اسلام. بگذاریم، آمدن این جوانی ها اینا رو گرفتن، به جمهوری اسلامی گفتن اگر پیشنهادات ما رو گوش نکنی یکی یکی اینا رو میکشیم. به چه رژیمی گفتن؟ رژیمی که خودش هر روز حدود 5 نفر، 4 نفر، 3 نفر رو میکشه هر روز، به خصوص در زمان این آقای حسن روحانی که دیگه اصلا شاهکار کردن. یه فیلمی هم هست که این فیلم رو اجازه بدیم با هم ببینیم. عفو بین‌الملل گفته ایران پس از چین بیشترین اعدام ها رو داره، اما این دلیل نمیشه که ما اصلا این دوتا رو مقایسه کنیم. اون 1,400,000,000، این یکی فقط 75,000,000، ولی نفر دومه. اما از نظر جمعیت بخوان حساب کنید اصلا به فاصله خیلی دور چین قرار گرفته بعد از ایران. به این فیلم توجه کنید، باز میگردیم. عفو بین الملل میگوید 778 اعدام در سال گذشته میلادی به این سازمان گزارش شده که افزایش سریع میزان اعدام در ایران و عراق باعث رشد غیرمنتظره جهانی مجازات اعدام در سال 2013 بوده. در سال گذشته میلادی 369 مورد اعدام در ایران به ما گزارش شد که این میزان عمیقا نگران کننده است. عفو بین الملل بر این نظر است که تعداد اعدام ها احتمالا بیشتر از این رقم بوده است. پیشتر بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد و احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران در گزارش های جداگانه از افزایش تعداد اعدام ها در ایران ابراز نگرانی کرده بودند. ناوی پیلای کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل تعداد اعدام ها در ایران در سال 2013 را تا 625 نفر برآورد کرده بود. بر اساس اعلام مقام های قضایی و گزارش رسانه های ایران بیش از 80% اعدام ها در جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با جرائم مربوط به مواد مخدر است. ما هیچ گونه تحول مثبتی در زمینه مجازات اعدام از زمانی که رئیس جمهور جدید ایران بر سر کار آمده ندیده ایم. در عوض همانطور که گزارش اخیر ما نشان می دهد مجازات اعدام در ایران افزایش یافته است. ما در مورد ناعادلانه بودن دادرسی در این پرونده ها نگرانی داریم. در مورد مجازات اعدام برای جرائم مربوط به مواد مخدر هم نگرانی داریم، چرا که طبق قوانین و استانداردهای بین المللی اگر قرار باشد که مجازات اعدام هم اجرا شود باید برای خطرناکترین جانیان و کسی که مرتکب قتل شده باشد و نه مجرم مواد مخدری که کسی را نکشته است. این مواردی است که ایران آنها را نقض می کند. جواد لاریجانی رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه اخیراً در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت آمار دقیق اعدامیان ایران را ندارد، اما تعداد کسانی که حکم اعدام گرفتند زیادند. مقامات ایران از مجازات اعدام دفاع کرده و انتقادهای مجامع بین المللی مدافع حقوق بشر از وضعیت حقوق بشر در ایران را سیاسی می دانند. عفو بین الملل می گوید در سال 2013 169 نفر در عراق، 79 نفر در عربستان سعودی و 39 نفر در آمریکا اعدام شدند. عفو بین الملل می گوید در مجموع در جهان 22 کشور در سال 2013 مجازات اعدام را اجرا کردند که این تعداد نسبت به سال پیش از آن 1 کشور کمتر است. کوروش صحتی، صدای آمریکا. خب همینان گرامی، واقعا شرم باد بر دولتی که روزانه 3 نفر 4 نفر و در ماه جان 10 ها نفر رو میگیره و به خودش اجازه میده یه نفر اون بالا نشسته، کسی که میلیارد ها دزدیده قشنگ در کانادا زندگی میکنه، یکی دیگرشون هم آقای جهرمی تو ایرانه بر اینکه فامیل آقای جنتیه و بقیه هم که میدونید آقا مشتبه، آقا مصطفی، بقیه اقوام، فامیلا، فامیلای زن، فامیلای آقازاده ها همه غارت میکنن. بعد تو همین مملکت یه بدبخت بیچاره رو به خاطر دزدیدن 1,000,000 میگیرن دستشو میبرن. عدالت اسلامی رو میبینید؟ حیرت میکنه آدم. راهیان نور هر سال، الان چند ساله، بچه های دانشجو رو، بچه های مدرسه رو، دختر و پسر رو، شهرهای مختلف میبرن در خوزستان که جاهایی که به اصطلاح ارتش زفرگون، سپاه زفرگون اسلام در اونجا دست به عملیات محیرالعقول زده، این بچه ها ببینن
هر سال این اتوماشینا این بچه‌ها تصادف میکنه. پارسال 23 نفر کشته شدن و در عده زیادی از مردم رو اینا عزادار کردن. 26 نفر از استان چهارمحال بختیاری دختر بودن، تو اتوبوس کشته شدن. همینطوری ادامه دارین کشته. تازه دیروز مقام معظم روضه‌خان بزرگ تشریف بردن خوزستان، گفتن بسیار کار خوبیه این جریان آوردن بچه ها به اینجا. اصلا اشاره نکرده که همین روز قبلش که ایشون یه حرفا رو بزنه 9 نفر دوباره کشته شدن تو جاده های ایران، میخواستن برن راهیان نور. اصلا نه به خانواده اینا تسلیت گفت، اصلا نه راجع به اینا صحبت کرد، نه راجع به اون آدمی سربازی که گرفتن جوانیان جیش العد اعدامش کردن تسلیت به خانواده اینا گفت. حالا اگر یه نفر در از حزب الله یا در سوریه کشته شده بود، مقام معظم رهبری آقازادهشون که خودش میگه دیگه آقازاده نیست، خودش آقاست، تمام ارکان جمهوری اسلامی تسلیت میگفتن. همه آثار تاریخی ما داره از بین میره. یه امامزاده در سوریه امروز مورد اصابت گلوله قرار گرفته، اعتراض کرده آقا. دولت ایران اعتراض کرده، مقام معظم روضه‌خان بزرگ اعتراض کرده. بگذاریم، گفتگو میکنم با دکتر مصطفی دانش در مورد مسائل منطقه. سفر آقای اوباما به عربستان سعودی خیلی مهمه فردا. دکتر دانش درود بر شما. سلام آقای فرزی. این سفر رو چی میگین؟ اصلا این به چه قصدی آقای اوباما داره میره عربستان؟ آقای اوباما به این قصد میره به عربستان سعودی که بتونه در واقع روابط تیره‌ای که بین عربستان سعودی و آمریکا به وجود آمده بتونه در واقع این روابط رو ترمیم بکنه. میدونیم که عربستان سعودی روابطش این اواخر با آمریکا بسیار تیره است به خاطر سه موضوعی که مطرح است. یکی که میدونیم که آمریکا از لحاظ انرژی نفت و گاز داره خودکفا میشه و به اندازه کافی داره تولیدات نفت و گاز انجام میده و احتیاج به منابع نفتی و گازی خلیج فارس نداره، به ویژه به عربستان سعودی. میدونیم که عربستان سعودی در یک پیمانی که بین عربستان سعودی، پادشاه عربستان سعودی و روزولت رئیس جمهور آمریکا در سال 1945 در بحر احمر در روی یک کشتی جنگی آمریکا انجام شد، در واقع این پیمان به این ترتیب بود که عربستان سعودی گاز و نفت به ویژه نفت آمریکا رو تامین بکنه و آمریکا ضمانت میکنه در واقع موجودیت سلطنت و خانواده سلطنتی رو و امروز سعودی رو. و امروز عربستان سعودی احساس میکنه که آمریکا چنین احتیاجی نداره، ممکنه پشت بکنه به خلیج فارس و خطراتی برای عربستان سعودی بپوشونه. این اولین مطلبه. دومین مطلب مسئله سوریه است. خب ما میدونیم که آقای اوباما آمد خط قرمز نشون داد و خواهان این بود که در سوریه حمله نظامی بکنه و عربستان سعودی با تمام قوا کوشش میکرد که آقای اوباما با آمریکا حمله نظامی بکنه، باعث سقوط دولت بشار اسد، در واقع شیعیان علوی بشه و حکومت سنی که مورد قبول عربستان سعودی باشه، در واقع حکومت سلفی ها از نوع خودشون وهابیت در عربستان سعودی به وجود بیاد. این کارم انجام نشد. این دومین مشکل عربستان سعودی با آمریکاست. و خب مشکل سوم اینه که توافق اتمی ایران با آمریکا و نزدیکی آمریکا به جمهوری اسلامی و آقای اوباما اینو مطرح کرده که شرایط در منطقه تغییر کرده و سیاست آمریکا باید طبق شرایط منطقه خودشو وقف بده و عربستان وحشت از این داره که هر روز آمریکا نزدیکتر بشه به جمهوری اسلامی و در بحران منطقه به ویژه افغانستان، عراق و سوریه و در بحران جهانی به ویژه مسئله گاز و نفت روسیه و اینکه اروپا احتیاج به گاز روسیه داره و میتونه در واقع ایران جانشین بکنه، امروز این از این وحشت داره عربستان سعودی که روز به روز موازه آمریکا و ایران و موازه غرب و اتحادیه اروپا ایران نزدیکتر بشه و در همین جهت هم است که صحبتایی میشه که به نظر من باید از بین پازلایی که وجود داره آقای ورجی این پازلا رو دادن بغل هم بذاره و یک تصویری بسازه که به نظر من داره یک چنین روابطی بسیار نزدیکی بین اروپا، آمریکا و جمهوری اسلامی به وجود میاد که متاسفانه باید گفت که این روابط بر به نفع مردم ایران نیست و خوب باید در این مورد صحبت کنیم مردم ایران چه کار باید بکنن. هیچ، مردم ایران خودشون باید دست به دانش تصمیم بگیرن. بله کاملا. ما شاهد بودیم، من اون روزم گفتم ما شاهد بودیم در لیبی هم قذافی همه کارهایی که امکان داشت با غرب آشتی بکنه انجام داد. در لاکربی 1,200,000,000 داد، نمیدونم تمام آثار کارخونجات شیمیایی رو از بین برد، فعالیت‌های اتمی رو کنار گذاشت، ایران رو لو داد،
کره شمالی لو داد، عبدالقادر خان لو داد، همه این کارا رو کرد. زمانی که مردم لیبی اومدن گفتن آقا ما نمیخوایم این رو، اون جریان شروع شد. همین قرب که این همه امتیاز گرفته بود از آقای قذافی، رفت طرف اونا و این قذافی رو تو سوراخ راب کشتن بیرون کشتنش. بله اینه. باید به یک مطلب اشاره بکنیم و مردم ایران باید هوشیار باشن. در واقع مسئله گاز ترکمنستان و عراق و در واقع ایران به عنوان کشور ترانزیت گاز ترکمنستان و عراق و خود ایران اهمیت اساسی داره. ما میدونیم که همکنون دو لوله گازی کریچه کردکوی از ترکمنستان به ایران میاد، لوله دیگری که از طریق دولت آباد و سرخس و خانگیران به ایران میاد و لوله عظیمی که در واقع از ایران به ترکیه میره. یعنی تمام این امکانات وجود داره که همکنون اروپا و کسانی که مطبوعات اروپا را و سخنان سیاستمداران اروپا و آلمان را در این روزهای اخیر توجه کرده باشند، تمام توجه اونها در واقع مسئله گاز و گاز ایران، گاز ترکمنستان، گاز عراق از طریق ایران و از طریق ترکیه و این که در واقع دارن سعی میکنن به جمهوری اسلامی و به کسانی که در قدرتن در جمهوری اسلامی این امکانو بدن که در رابطه با سیاست اتمی نقش مهمی رو بازی بکنن، در واقع نقشی رو بازی بکنن که مشکل اتمی حل بشه و هر روز نزدیکتر بشه. یعنی برای مردم ایران باید مشخص بشه در این شرایط بحرانی جهان که در واقع یک سوم گاز 400 میلیون مردم اروپا از طریق روسیه تامین میشه و در واقع اروپا و آمریکا میخوان روسیه رو تحریم بکنن و دیگه گاز از اونا نگیرن، یعنی وابستگی به گاز روسیه از بین بره، تمام توجه به جمهوری اسلامی شده و این خطر وجود داره بینندگان عزیز که در واقع امروز روز به روز جمهوری اسلامی با غرب نزدیکتر بشه. تا جایی که من اجازه بدین چند پازل رو مطرح بکنم. ببینین جان کری در واقع در رابطه با صحبت‌های آقای رهبر ایران آقای خامنه‌ای خیلی خیلی موافق صحبت می‌کنه و میگه که فتوایی که رهبر ایران در رابطه تب با بمب اتمی داده، این فتوا بسیار اهمیت داره و باید از اون استفاده کرد و من و آقای اوباما احترام زیادی به این فتوا میذاریم. در این روزا صحبت از این میشه که جمهوری اسلامی در واقع داره در رابطه با اوکراین در کنار روسیه قرار میگیره. چنین چیزی نیست آقای فرجی. درست جمهوری اسلامی داره فاصله میگیره از روسیه، یعنی تا به حال جمهوری اسلامی در بغل روسیه بود، روسیه حامی جمهوری اسلامی بود و روسیه در واقع همه امکاناتش رو در کنار جمهوری اسلامی برای مبارزه با آمریکا گذاشته بود و امروز آقای علی لاریجانی چنین صحبت میکنه، میگه که ما در این قضیه منظورش اوکراینه بی نظر نیستیم اما دلیلی هم نداره در هر زمینه اظهار نظر بکنیم و ورود بکنیم. یعنی در واقع داره راه رو باز میذاره برای نزدیکی به آمریکا. کسی که کشوری که در واقع تمام وقت از روسیه دفاع میکرده در کنار روسیه بوده برای غرب، امروز چنین راهی رو داره باز میذاره. و چند روز پیش آقای ظریف هم اینو گفته. ببینیم مطلبی که در واقع در این مورد ظریف گفته در چند روز پیش بسیار اهمیت داره. ظریف چنین میگه: سرنوشت اوکراین با اراده ملت و تفاهم نیروهای سیاسی این کشور و عدم دخالت خارجی باید شکل بگیره. یعنی درست بر علیه روسیه داره صحبت میکنه و این خطر وجود داره که به نظر من روز به روز جمهوری اسلامی با کشورهای غربی نزدیک بشه به خاطر منافع نفتی. و در این رابطه صحبت‌های آقای اوباما هم مطرح است. در روز نوروز پیام نوروزیش آقای اوباما چنین مطرح میکنه: این نوروز میتونه نه فقط آغاز یک سال جدید که فصل جدید برای ایران و نقش آفرینی ایران در جهان باشه. یعنی اینو من این مطلب رو به خاطر این به مردم و جوانان ایران و توده مردم میگیم که باید هوشیار باشیم. ما تا به حال کلاهای زیادی در ایران سرمون رفته. در واقع از کودتای 28 مرداد تا کنون ایران در واقع نابود شد، از بین رفته دموکراسی و آزادی و حقوق بشر دیگه وجود نداره و یک بار دیگه در واقع چنین کلاهی سر ما نذاره. و درست به شما درستی گفتین، این اراده ملت که جلوی یک چنین در واقع مسائلی رو بگیره، چنین نزدیک شدن رو بگیره و در واقع نذاره یک بار دیگه در ایران کلاهی بزرگی به سر ملت ایران بره. خب دکتر دانش، این جریان کنفرانس اتحادیه عرب در کویت در مورد سوریه، در مورد مصر و انتخابات ریاست جمهوری در مصر که آقای السیسی از سمت‌های ارتشی خودش استفاده ده خودش آماده کرده برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری، چون فرصت نداریم، من فکر میکنم که راجع به این مسئله کنفرانس میتونیم، حتی مسئله سوریه هم که الان منازعه و مبارزه القاعده در سوریه است که آمریکا و سازمان سیام
گفتن این نگران این جریان هستن چون القاعده خطرش برای غرب آمریکا داره روز روز بیشتر میشه. ببینید درباره مصر باید به این مطلب اشاره بکنیم. آقای السیسی، جنرال السیسی تا به حال خودش رو کاندید نکرد. السیسی در واقع منتظر نشست اتحادیه عرب در کویت بود که اتحادیه عرب به ویژه عربستان سعودی که در رأس اتحادیه عربه و قوی ترین کشور مالی است، میدونیم که عربستان سعودی سالانه 320 میلیارد دلار درآمد نفتی داره، یعنی منتظر این بود که عربستان سعودی و اتحادیه عرب ازش حمایت بکنه و به اون چنین اطمینانی رو بدن که در سالهای آینده کمک‌های عظیم مالی خواهند کرد به مصر. و موقعی که عربستان سعودی و اتحادیه عرب چنین اعتمادی را به السیسی در روزهای دو روز گذشته دادن، در واقع دیروز خودش رو کاندید ریاست جمهوری کرد و به احتمال قوی انتخاب میشه. ما میدونیم که در واقع بدون عربستان سعودی و کمک 19 میلیاردی عربستان سعودی و امارات به مصر، السیسی اصلا قادر نبود که در این مدت یک سال هم حکومت بکنه. این آن چیزی که مربوط به در واقع مصر میشه. ولی آن چیزی که در رابطه با سوریه مطرح است، میدونیم که عربستان سعودی هم اکنون باز از شورشیان سوریه حمایت میکنه. عربستان سعودی در کنار جبهه اسلامی است که اکثریت افراد رهبری جبهه اسلامی در واقع همون افراد القاعده سابقان، همون افرادی که در واقع با القاعده در افغانستان و با اسامه بن لادن همکاری کردن. اسناد در این مورد وجود داره، اشخاص مشخصن که در رأس جبهه اسلامی هستن و عربستان همکاری میکنه. و جالب اینه که دیروز در واقع CIA آمریکا، سازمان CIA آمریکا، جون برنن رئیس سازمان CIA آمریکا هشدار داده و اخطار کرده که در واقع سوریه مرکز تجمع القاعده از پاکستان و افغانستان شده. یعنی القاعده به زیر رهبری الزواهری از پاکستان و افغانستان عده زیادی متخصصین بمب‌سازی و ایدئولوژی که خودش رو به سوریه فرستاده به خاطر هزارها نفر کسانی که از اروپا و آمریکا در واقع در کنار نیروهای رادیکال اسلامی در سوریه می‌جنگن تا بتونن با اینا رابطه برقرار بکنن، در واقع شستجو مغزی اینا رو بدن از لحاظ ایدئولوژیک و به اینا طرز ساختن بمب در واقع بیاموزن و از اینا استفاده بکنن در آینده برای تخریب در اروپا و آمریکا. و صحبتی که دیروز آقای جون برنن کرده و CIA آمریکا میکنه بسیار جالبه. اگه یادتون باشه ما 3 ساله درباره سوریه اعلام خطر کردیم، هشدار دادیم که در سوریه در واقع فقط یک رژیم خائن و خیانتکار بشر اسد نیست که داره باعث تخریب و جنایت میکنه، 140 هزار نفر کشته شدن، بلکه در اون برم در واقع القاعده و نیروهای آدم خار دارن روز به روز تقویت میشن. و چیزی که CIA آمریکا دیروز مطرح کرده، جون برنن مطرح کرده و دستگاه‌های جاسوسی آمریکا مطرح میکنن و اینکه در واقع تمام سوریه به مرکز القاعده داره تبدیل میشه و نیروهای القاعده از داخل پاکستان و افغانستان دارن وارد سوریه میشن برای اینکه تخریب بکنن و در واقع سربازگیری بکنن برای تخریب در اروپا و آمریکا. این تاییدی بر تمام صحبتایی است که من و شما در واقع در برنامه‌مون انجام دادیم. اینجا دکتر دانشجو مسئله دیگه هم پیش میاد. الان ما بیشتر از 2-3 دقیقه فرصت نداریم. ببینید اصلا به قدری وضع منطقه مخشوشه که آدم مونده که چیکار باید. ببینید از یه طرف جنرال السیسی این کودتایی که کرده در مصر، سیاستش با ایران نزدیکه در مورد سوریه. از یه طرف عربستان مخالف اقداماتی که در سوریه، طرفدار السیسیه. از یه طرف بحث بر سر اینه که اگر القاعده در سوریه قدرت بگیره که الان میبینیم که داره این اتفاق میفته، خب این پشت مرزای اسرائیله، بعدن این مشکلات برای اسرائیل هم به وجود میاد. تمام اون اسلحه ها و ضد هوایی ها و نمیدونم موشک هایی که از لیبی دزدیده شده یا از عراق دزدیده شده یا از جاهای دیگه، اینا فردا اگر در نزدیکی های گولان بخواد مستقر بشه، هر هواپیما مسافر برای اسرائیل میتونه بزنه. خب این وضعیت چطور میشه؟ چطور اسرائیل دست رو دست گذاشته هنوزم سعی میکنه که دولت اسد رو از رخت بزنه؟ اسرائیل داره سکوت میکنه، در خیلی از موارد سکوت کرده، ولی این اواخر جنرال پتروس رئیس CIA سابق و فرمانده کل نیروهای آمریکا در سابق در عراق و افغانستان در سفری که به تل آویو داشته و در نشستی که اونجا بوده درست اشاره به همین مطلب میکنه، میگه در واقع برای ما کابوسی داره پیش میاد. اینو جنرال پتروس میگه در
داخل اسرائیل این مطرح مطرح میکنه، میگه کابوسیست که ما به زودی ببینیم که هواپیماهای مسافربری در بالای خاک شبه جزیره سینایی یا خود اسرائیل زده میشن. اینا جناب پتروس در داخل خاک اسرائیل رو مطرح میکنه و این هشداریست حتی به رهبران خود اسرائیل که در واقع در کنار مرزهای اسرائیل نه تنها داره رابطه نزدیک دوباره بین جمهوری اسلامی حماس به وجود بیاد. من چند روز پیش مطرح کردم همکنون وزیر امور خارجه قطر موقعی که وارد ایران شد میانجی بین حماس و دولت ایران بود و قراره که آقای خالد مشعل دوباره چند روز دیگه به ایران سفر بکنه. میدونه که جمهوری اسلامی اونو نمیپذیره احتمال و همکنون در داخل سوریه در واقع در نتان سوریه در عراق نیروهای القاعده به قدری قدرت گرفتن که در غرب عراق در فلوجه و رمادی بیش از 3-4 ماه این شهرهای بزرگ کشور عراق در دست اوناست، میجنگن و دولت مرکزی عراق قادر نیست با کمک های بزرگی که آمریکا میکنه اونا رو بیرون برونه و در واقع خطر بزرگی برای خود اسرائیله و متاسفانه اسرائیل در این مورد سکوت میکنه. خیلی جاها از سیاستی به نظر من داره پیروی میکنه که به نظر من اشتباه است. اینو ما درباره افغانستان دیدیم، درباره عراق دیدیم، امروز درباره سوریه میبینیم، ولی متاسفانه این سیاست داره پیاده میشه. شاید اسرائیل دکتر دانش به این نتیجه رسیده که اگر یه آدم خورایی مثل القاعده و سلفیه و اینا در سوریه به اصطلاح سر کار باشن، اسرائیل دیگه براش تمام این مسائل حل شده است، میتونه هر آن هواپیماهاش بیان اینا رو بزنن، بمباران بکنن و استدلالش هم اینه که اینا یه ده تروریستن، دنیا هم قبول داره. کاملا درسته. اسرائیل موازش دوام تقویتش و قدرتش رو مسائل نظامی است، یعنی در واقع قدرت نظامی که داره فکر میکنه بتونه تمام مشکلات حل بکنه، ولی به نظر من این تمام مطلب نیست. مشکلات نمیشه فقط با حملات نظامی حل کرد. خب دوست داشتم خیلی سپاسگزارم. متاسفانه وقت ما به پایان رسید. همینان گرامی به همینجام برنامه امروز من به پایان رسید. با سپاس از همه شما که به این برنامه توجه کردید. تا برنامه آینده، خدا نگهدار. زنده باد آزادی. پاینده ایران.